از حکم خدا شود به هر نکته ایام میدهد طریق بندگی به بندگان نشان شرح توضیح مسائل است و شیوه عمل از کلام مرجعیت این سخن وقت بیان حکم حج و روزه و نماز و بیع و حکم خمس آنچه مطلبش بود به بطن آیه‌ها حکم عید شرعی و اباحه و صید و شکار جملگی به حکم مرجعیت گشت ترجمه بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیک یا صاحب الزمان سلام روزتون بخیر عیدتون مبارک السلام علیک یا ابا عبدالله جانم فدای نفسهای اولت ارباب مهربان روز خوبی رو براتون آرزو دارم دوستان عزیز همراهان برنامه سلام میدم خدمتون امیدوارم که ماه شعبان رو به خوبی شروع کرده باشید و بتونید فیض ببرید اتم و اکمل انشاءالله در این ماه عزیز اجازه بدید که برنامه امروز از استدیو توضیح المسائل از بین الحرمین تقدیم حضور شما بکنم و در خدمت جناب استاد رفعتی عزیز هم باشه سلام علیکم خوش آمدید جناب استاد در خدمتتون هستم ممنون متشکرم سلام علیکم و رحمت الله سلامت باشید خیلی خوشحالیم که تونستیم با هم درک بکنیم ماه شعبان رو و سر سفره کرم پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم و حضرت حق بنشینیم ان شاءالله که خدا دلتون رو شاد کنه به حق مولود این ماه و موالید بزرگ این ماه آقا سید الشهدا علیه السلام حضرت عباس علیه السلام آقا امام سجاد علیه السلام و ولی نعمتمون صاحب اختیارمون امام زمان ارواحنا فدا امسال سال فرج حضرتشون قرار بگیره تو همین ماه ندای فرج رو بشنویم ان شاء الله بسم الله الرحمن الرحیم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وعلى محمد وقتتون بخیر دوستان عزیز و همراهان برنامه ایام ایام ماه شعبان هست ایام مبروکی هست بر همه شیعان امیرالمومنین و مسلمین از طرفی موضوع درس هست و از طرفی صحبت خوبی های این ایام روزهای خوبی رو که منتظرش هستیم و انشالله به خوبی هم سپریش میکنیم اختیار رو میسپاریم دست جناب استاد و در خدمتشون هستیم بفرمایید خدا حفظتون کنه مختصری راجع به این ایام عرض بکنم و این ماه شریف و انشالله بحثمون رو پی بگیریم ماه شعبان تنها ماهی است از سال که تمام این ماه موالید هست و سرور اهل بیت علیهم السلام ماه وجود نازنین پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم که توی دعاها و روایات این چنین وارد شده ماهی که از دعاهاش معلوم میشه که خیلی خدا عنایت به بندگانش میکنه بعد از ماه مبارک رمضان بهانه برای بخشیده شدن توی ماه بسیار زیاده خدا رو شاکریم به ما توفیق داده شد در این ظرف زمانی قرار بگیریم انشاءالله خدا توفیقتون بده و به هممون لیاقت و قابلیت بده که در این مناسبت‌هایی که در پیش هست خصوصا نیمه شعبان تو یک ظرف مکانی خیلی عالی بهترین جای کره زمین در روز نیمه شعبان در بهترین تاریخ بهترین جا باشیم یعنی کربلا و زائر امام حسین علیه السلام همت کردید بیشتر بکنید تلاش بکنید ان شاء الله همه نیمه شعبان باشید
و انشالله عظمت این زیارت با حضور همه شما بیشتر بشه. دو تا دعای خیلی قشنگ این ماه داره برای هر روز. یه دعا الان وقت خوندنش هست، یعنی بهترین وقتش الانه. هر ساعتی دیگه هم میشه خون، اصلا غیر ماه شعبان هم میشه خون. دعای معروفی که با ذکر صلوات شروع میشه و بعد شجرت النبوه، خیلیتونم حفظید این دعا رو. دعای خیلی قشنگیه، دعایی پر از معارف. بله. هم ما رو با معصومین علیهم السلام بیشتر آشنا میکنه، پر از درس معصوم شناسی است، امام شناسی است، و هم دعاهای خیلی قشنگی تو این دعا هست، جملات خیلی پرمعنایی هست. وارزقنی مواسات من قدرت علیه من رزقک به ما وسعت علیه من فضلک. دریا حرف داره، خدای به من توفیق بده اگر داشته هایی دارم که دارم با اونهایی که در اینها این چنین خدا مقدر فرمودی که نداشته باشن شریک باشم. اگر توانی دارم در مال، اگر توانی دارم در استعداد، چیزی بلدم دیگران رو هم شریک بکنم. من قدرت علیه من رزقک، خدایا تو چنین قرار دادی. خدا تقسیم کننده مقدرات به اصطلاحی که ما طرح می‌کردیم، مواد امتحانی بین خلقش، و خدا من رو امتحان می‌کنه با داشته‌هام نسبت به اونهایی که این داشته‌ها رو ندارن. خدای توفیق بده من تو این امتحان سربلند بیرون بیام و دیگران رو شریک کنم. دعای دوم هم باز با ذکر صلوات شروع میشه، اونم پر از محتوای بسیار عالی است و کلماتی بسیار زیبا و موندگار داره، انشالله روزهای بعد بیشتر خواهم گفت. تو این دعای اول یکی از زیباترین کلماتش که در مقام امام شناسی خیلی به درد ما میخوره، میگیم اللهم صل علی محمد و آل محمد، الفلک الجاریه فی اللجج الغامره، یأمن من رکبها و یغرق من ترکها، المتقدم لهم مارق و المتأخر عنهم زاهق و اللازم لهم لاحق. شما از شنیدنش دل جلب. بله، شما کشتی هستید برای نجات بشریت. تو دریای پرتلاطم بلاها، امتحانها، زندگی سخت، همه جوره، هر کسی وقتی پای درد دلش بنشینی اگر اجازه داشته باشه حرف بزنه، میبینید که واقعا تو یک دریا مشکلات غرقه. خصوصا تو زمانی که ما الان هستیم نسبت به گذشته کم زمانی بوده مثل زمان ما انقدر دریا پرتلاطم بوده باشه. قدیم تو دریای زندگی ماهی دو ماهی سال یک بار طوفان‌های شدید میمد، الان روزی نیست که طوفان شدید نیاد، هفته این نیست که گرفتار گردباد نشیم، ماهی نمیگذره که سونامی نیاد. هرچی مقام بالاتر، هرچی فهم و فکر بالاتر، گرفتاری ها بزرگتر. با یکی از بزرگان مراجع صحبتی بود، عرض کردم خدمتشون، نمیدونم تعبیر من درسته یا نه، احساس میکنم انسان هرچی بالاتر میره مثلش مثل کوه میشه، تنها تر میشه. کوه تا زمانی که در سطح زمینه خیلی این طرف اون طرفش مثل خودش هست و به هم تکیه میکنن، هرچی بالاتر میره کمتر میشه. اونهایی که در اطرافش هستن و مثل خودشن و درکش میکنن، تا به جایی میرسه که کسی در حد و اندازش نیست که درکش بکنه. این اسمش غرور نیست، یعنی واقعا آدمایی که میفهمن خیلی زرنج میکشن. چرا؟ چون خیلی سوال دارن، خیلی حرف دارن، با پایینتر خودش طرح کنه، حقش رو ادا نمیکنه، چه بسا شخصیتش رو میشکنه، از چشم میفته، لذا مجبور دهان ببنده. در مستوای خودش هم کسی نمیبینه که باش راحت حرف بزنه، از مشکلاتش بگه، راه حل بطلبه. در اون زمان اون خورشید عالمتاب، وجود نازنین امام زمان علیه السلام، تنها کسی است که همیشه و به داد همه میرسه. ولی تو این تنهایی شدید اون بزرگترها، اونهایی که بیشتر میفهمن، احساس نیاز به حضرتش رو بیشتر درک میکنن. تازه میفهمیم که چرا مقدس اردبیلی شب میرفت در حرم امیرالمؤمنین، در براش باز میشد و طبق نقل خود بزرگوارشون سوالاتش رو از امیرالمؤمنین میپرسید. شیخ مفید همینطور، شیخ طوسی این چنین بوده، یعنی اینها لیاقت داشتن گاهن از خود معصوم میپرسیدن. اینی که ما به زبان تو زیارت و اذن دخولشون میگیم شهادت میدم، صدای من رو میشنوی، سلام من رو جواب میدی، شما هستی و زنده‌ای و حضور داری، حضوری
پررنگتر از حضور آدمایی که ما به چشم میبینیم، حضوری نزدیکتر از اونهایی که در کنار ما هستند. اون رو واقعا مقدس اردبیلی ها احساس داشتن، معرفت داشتن. لذا از معصوم سوال میکنه و منتظر جواب بشنوه و لیاقت هم داره جواب میشنوه. خب اینا پیداست، چون تنها بودن، چون اینها در قله بودن. لذا تلاش بکنیم تو این دریای پرتلاطم معصومین علیهم السلام رو اسوه قرار بدیم، پشت سرشون حرکت کنیم، نه یک قدم جلوتر نه یک قدم عقبتر. و لازم لهم لاحق، کسی که با اینها حرکت کنه به اونها خواهد رسید. خیلی مهمه که آدم نه عقب بیفته و نه جلو بیفته. عقب بیفته کوتاهی کنه، انجام وظیفه نکنه، واجبات و محرمات رو رعایت نکنه، تو دینش سهل‌انگاری بکنه. میبینه ائمه معصومین علیهم السلام گرفتار بودن، صبر کردن، او بی صبری میکنه. میبینه اولیاء خدا مبتلا بودن، این ناشکری میکنه، این عقب افتاده. جلو میفته، کاسه از آش داغتر میشه. در فضائل غاصب دوم حق امیرالمومنین وقتی میخوان توجیه کنن بی ادبی هاش رو، میگن که خیلی دلسوز بود، چطور حضرت ابراهیم به خدا عرضه میدارد خدایا میخوام ببینمت. خیلی جسارته به خدا بگه میخوام ببینمت. برای چی میخوای منو ببینی؟ قبول دارم اما میخوام مطمئن تر بشم. ببینید چطور با آیات خدا بازی میکنن. برای چی؟ برای اینکه دومی بی آبرو رو آبرو بدن. اون هم خیلی اینطور بود، جسور تو دینش بود. چی میگفت به پیغمبر؟ میگفت که پیغمبر نزد زنات بیان بیرون، حجاب سرشون کن. صداشون اومد بیرون و خیلی از این حرفای دیگه. جساوله، جسارت‌های اصلا آموزش میده پیغمبر رو. اینجا این کار درسته، اینجا این کار غلطه. پیغمبری که از نظر علم موجودی از موجودات هستی، نه ملک مقرب و نه نبی مرسلی، به گرد پاش نمیرسه، باید اینقدر شأن و منزلتش پایین آورده بشه. چرا؟ برای اینکه خودشون رو جلوتر از پیغمبر میبینن، برای اینکه خودشون رو فهمیده تر از اولیاء خدا میدونن. اگه آدم کاسه از آش داغتر شد همین میشه. فکر میکنه بیشتر از پیغمبر دین رو میفهمه، فکر میکنه از امام صادق علیه السلام زرنگتره، به امام زمان اشکال میگیره و تو دستگاه خدا نظر میده. نه، خوب اینطوری باشیم، مؤدب باشیم، متواضع باشیم، نه یک قدم جلوتر نه یک قدم عقبتر. شاید تو کاسه گدایی چنین بنده‌ای توفیقاتی رو گذاشتن که حقیقت دنیا رو فهمید و از اسرار هستی با خبر شد. من قبل از برنامه با آقای غفوری عرض کردم که این ایام حرف زیاده، مناسبت هم در پیش همچنین، ولی از اون طرف میخوام از درسمون هم عقب نیفتیم. بحث ما در چیزهای مقدسی بود که نجس شدن اونها حرامه و اگر نجس شد سریعاً باید ازاله نجاست بشه و آثاری برش بار میشه. اولیش مسجد بود که طرح شد و بحث شد و همچنین قرآن، تربت سید الشهدا علیه السلام و همچنین بقیه معصومین. اینها اگر اتفاق افتاد نجس شد، عرض کردیم باید تطهیر بشه. اگر تطهیرش امکان نداره باید محو بشه، مثل نوشته هایی که قرآن اینها هست. بعضا دیده میشه بعضی جوان ها خصوصا الان که خالکوبی ها به شکل جدید و خیلی زیبا و اینها هوس میکنن، از این خالکوبی ها به اسامی متبرکه آیات قرآن رو بدنشون انجام میدن. فرض کنید آیت الکرسی رو بدنش می نویسه، این گناه داره. شما باید دائم الوضو باشی. به غیر از این که نوشتن این آیه رو بدن، گاهی اوقات شما رو کمر میخوابید، این بی احترامی میشه. دستتون همینطور، لباستون نجس میشه، به بدنتون میرسه، میخوابید بی وضو هستید، جنوب میشید. اینها محرماتی است که بار میشه. قبل از آنی که بالاخره بخواید محبتتون رو با نوشتن یا علی رو بدنتون ابراز کنید، مسئله شو بپرسید. دیدید تو خیلی سوالهایی که ازان میپرسن من جواب صریح نمیدم، میگم مقلدیم، مرجع داریم، از مرجعمون سوال بکنیم، این کار انجام بدیم، این برنامه رو شرکت بکنیم، اینجا رو بریم. چرا سوال نمیکنیم؟ چرا فکر میکنیم این مسئله موضوع شرعی نیست و مراجع تو این زمینه نظر ندارن؟ به خودمون واگذار کردن. نه، اینطور نیست، حتما نظر دارن. گاهی اوقات هم کبراش رو مرجع تقلید گفته، اما اینکه
این مورد سوال ما صغرای کدوم کبراست، موضوع کدوم حکمه، این رو باید تحقیق کنیم، بررسی بکنیم. ببینید اینجا پاکه یا نجسه مرجع تقلید نمیخواد بپرسم. مرجع تقلید گفته هر چیزی که شک داری پاکه یا نجسه بگو پاکه، اینم یکیشه. مرجع تقلید فرموده که هر شبت که هر جا که ظلمه در سایه ظلم هم نباید قرار بگیری. تو اون روایتی که خیلی وقت پیش براتون خوندیمش به حضرت عرض میکنه من که تو دربار بنی عباس نه سربازم نه وزیرم، من فقط خیاطی میکنم، آیا اعوان زلمه هستم؟ حضرت اون روایت بهش میفرماید که تو خود زلمه ای، اونی که به تو نخ میفروشه اعوان زلمه است. خب این کبرا رو دست ما میده که تا چه اندازه ما میتونیم تو زندگیمون عمل بکنیم. اینطور نیست که چشمامون رو ببندیم بگیم انشاءالله بادم جان است، نه، باید دقت بکنیم، پاک رو از نجس، حلال رو از حرام تشخیص بدیم، جدا بکنیم. اگر حکم رو نمیدونیم حکم رو بپرسیم، اگر در موضوع دچار شک و تردید شدیم از اهل تخصص موضوع رو بپرسیم، خودمون به رأی خودمون عمل نکنیم، خصوصا تو مسائل پیچیده و سخت و مهم و حساس. اینجا هم همینطور، اگر میخواید یه چیز رو بدنتون بنویسید قبلش سوال بکنید آقا میخوام یه گل بکشم. خب گل مشکلی نداره به شرطی که برات دردسرم درست نشه. خانومی میخواد رو بدنش تصویر غیر ذوال ارواح بکشه، تصویر درختی گلی چیزی بکشه برای همسر خودش، بکنه، چه اشکالی داره؟ خب یه مقدار ممکنه بدنش درد بیاد، اذیت بشه، ظاهرا به اندازه این نیست که خدای نکرده ضرر داشته باشه، عضوی رو از کار بندازه و اینها. خب اگه این محرمات دیگه براش بار نشود، زینت هم نیست، نشون نامحرم هم نمیده، برای محرم خودش میخواد، بنابراین من تمام جزئیات رو بررسی بکنم، هر کاری که میخوام بکنم قبلش سوال بکنم. الان به ذهنم رسید یه سوالی رو قبل از برنامه، مقدار عبارتش سخت بود با هم میخوندیم، پرسیده بود که من جانمازی که روش نماز میخوندم مدتی این جانماز کهنه شده، میخوام بندازم تو سطل زباله، میبینم تو این سطل زباله جمع میشه میره تو زباله شهری، تو زباله شهری خیلی نجاست ها هست، حتی فضله سگاشون هم میدازن تو سطل آشغال عجبکم الله. خب من یه جوری سختمه، خیلی خوبه، چرا؟ چون فهمیدی چیزای احترام داره. یکی از اون چیزایی که آدم به نظرش میرسه احترام داره چیه؟ جانمازشه. جانمازی که 20 سال 30 سال روش نماز خونده، خب این خیلی خوبه. آدمایی هستن همین جانماز رو برای کفنشون استفاده میکنن، خیلی هستن این جانماز روی دو تا نخشو نگه میدارن تو قبر بگن خدای ما 30 سال این شاهده که نماز خوندیم، بندگی کردیم، حالا هر چی خوندیم دست باشه که استخواستیم بگیم یاغی نیستیم. خلاصه سوال میکنه اشکالی داره یا اشکال نداره؟ البته عرض میکنم خودش اشکالی نداره، جانماز از اون چیزایی نیست که واجب باشه حرمتش حفظ بشه. لباس انسان مؤمن، کفش انسان مؤمن، اینا هم حرمت داره، چه برسه به خودش، اما به حدی نیست که اگر یه جایی نجس افتاد واجب باشه انسان ورش بداره. اونهایی که واجب هست ازاله نجاست ازش، مسجد، قرآن، تربت های معصومین علیه السلام، اونم خاکی که به عنوان شفا یا برای نماز خوندن برداشته شده، از جای دیگه آوردن خاک ریختن اینجا، متبرک شد، به قصد تبرک برداشتن تسبیح درست بکنن، مهر درست بکنن، مثل همین مهرایی که تو بازار عمدتن هست، اینا مال اطراف کربلاست مثلا، ولی تا چهار فرسخ اشکالی نداره. یا آوردن اینجا یه مدتی طرف آورده تو خونش تو کربلاست، میخواد مهر درست بکنه، خاکی که کربلا وارد شده به قصد مهر شدن برداشته، این تقدس داره. نمیتونم شک بکنم ها نه شاید نبوده، گفتیم حتی اگر تو بالوه افتاد، تو چاه افتاد، اونجا رو باید بست، صبر بکنیم تو از بین بره، یا چاه دیگه رو حفر بکنیم، خلاصه اونجا دیگه نمیشه مورد استفاده قرار بگیره. اگه هزینه ای داشته باشه، عرض کردیم محل خلافه، فرمودن که در درجه اول اون کسی که سبب این خسارت شده اگر هزینه داشته باشه این هزینه رو برطرف، چون باید چاه رو ببندن، چون باید تخلیه بکنن، چون باید یه کارهای دیگه انجام در بیارن، مثلا نوشته رو یا تربت رو یا هر چیز دیگه رو، به عهده او هست. اگر نه اون نه محل نداد و گذاشت، به گردن بقیه هست. نکته دیگه این که اگه یه جایی از اینها نجس شد، اینطور نیست که بگیم خب حالا که نجس شد دیگه مهم نیست. خدای نکرده قرآن افتاد از یه جای بلندی زمین بدون قصد بی احترامی، گناه نداره، بی احترامی هم نیست، ولی خوب انسان مؤمن وقتی دید کلام خدا افتاد زمین سری برش داره بذاره تاخچه، نمیگیم گناهه، خودش افتاده، بچه انداخته، حواسش نبوده، قرآن دست کافر نباشه، اما دست بچه که اشکال نداره، خصوصا دستش اگه پاکه، ولی خب بچه رعایت نمیکنه. شما به یک جوری که بالاخره بعدش هم نیاد و ناراحت نشه، با یک ترفندی قرآن از دست بچه بگیرید ببوسید توی جای
بزرگ بذارید، بلند بگذارید. خود بچه هم کم کم میفهمه که این کتاب تقدس داره، این کتاب باید بوسید، این کتاب مالی که دست بگیره تو اتاق بدوه نیست. اگه نیاز به هزینه داشت، دیگران همه باید مکلف هستن این هزینه ها رو انجام بدن. این یه مقداری از اون چی که مربوط به احترام به این امور بود. انشاءالله باز هم یه مقدار کمی از بحثشمون و بعضی از فروعش میذاریم برای فردا با حول قوه الهی. سلامت باشید. خیلی ممنونم جناب استاد. بعد از میان برنامه در خدمتتون هستیم انشاءالله. اللهم صل على محمد و آل محمد فعجل فرجهان. باز هم تبریک میگم این ایام رو خدمتتون شما بینندگان عزیز و همراهان همیشه یه برنامه توضیح المسائل. انشاءالله که دعاگوی شما هستیم. محضر آقا سید و شهدا علیه السلام 2-0-964-771-779-3893 شماره ارتباط شما با برنامه هست، از طریق تلگرام و واتساپ. همینطور میتونید از این طریق تماس هم بگیرید. ادمین فیسبوک هر روز به بنده اطلاع میده که همراه ما باشید با برنامه توضیح مسائل از طریق فیسبوک. امیدوارم که از این راه هم بتونید بیننده برنامه باشید و سوالات شرعی خودتون هم بپرسید. سلام، خسته نباشید. پدرم 15 سال هست که فوت کرده، بیش از حد دوست دارم اونو، تو خواب میبینمش، فاتحه براش میخونم، قرآن براش میخونم، ولی نه بیش از حد دوستش دارم تو خواب بیش از حد دوست دارم تو خواب ببینمش، معذرت میخوام، قرآن هم براش میکنم ولی نمیاد. بله، معذرت میخوام. خواهش میکنم. این تقریبا حالا شاید یه جهتش این باشه، عزیزان عرض میکنم که انسانهایی که از دنیا میرن همیشه اینطور نیست که آزاد باشن، خصوصا روزهای اول که حتی بتونن به خواب بعضیا بیان، خودشون واقعا بیان و اون چه که نیازشون هست برای شما بگن، یا شبیه اونها، تصور اونها به خواب شما بیاد. چرا؟ چون طبیعتاً اونها نیاز دارن، همشون نیاز دارن، حتی مقربینشون هم، اونام که خیلی مقامات عالی داشتن، بعدشون نمیاد تو دنیا کسی براشون خیراتی انجام بده و یادشون بکنه، دستاشون رو دراز میکنن و التماس میکنن که یه تحفه‌ای برای ما بفرستید. شب سوم ماه شعبانه، شما نمیدونید امشب چقدر برای خدا عزیزه، شما نمیدونید امام حسین چقدر برای خدا عزیزه. وقتی که ملکی مثل پطرس بهش بال و پر میدن به خاطر گهواره امام حسین، توی که در جوار امام حسینی، توی که تو مجلس جشن امام حسینی، هر چی بخوای خدا به خاطر امام حسین بهت میده. امپراتور هستی دنیا اومده، گوشواره عرش خدا دنیا اومده، آسمونی ها جشن های مفصل براش گرفتن. شما رو به خدا اگه یه زیارت عاشورا خوندید دعایی برای ما بکنید، ما رو شریک ثواب بکنید. کافیه فقط یه السلام علیک یا ابا عبدالله بگید و بگید خدایا همه امواتو شریک کن. باور کنید خیلی چیز گیر ما میاد، خدا دنبال بهانه میگرده به ماهایی که دستمون از دنیا کوتاهی چیزی برسه. شما کوتاهی نکنید، التماس میکنن، دستشون رو دراز میکنن، همشون ها، بازم میگم همشون. بنابراین بعضیشون نمیتونن، نمیذارن، مانع دارن به جهاتی. شما بدونید که اونها محتاجن، نگاهشون به کار خیر شماست، کوتاهی نکنید. بله خوب اگر بیان به خوابتون، به شما یه آرامشی میده، شایدم برای شما عرض حال بکنه و درخواست خاصی رو داشته باشه، بعضی از بدهکاریاش رو به بعضیا بگه، دلهایی رو که شکسته از شما بخواد ازشون راضی بکنه، طلب حلالیت به طلبید. شایدم درست باشه، همش هم خوابا درست نیست، اما کلن اگه کاری از دستمون برمیاد برای امواتمون انجام بدیم. فکر نکنید اگر کاری برای اونها کردید از خودتون کم گذاشتید. من الان 1,000,000 در میارم برای کار خیر میدم، 1,000,000 از حسابم کم شد، قطعا اینطور نیست. دو رکعت نماز برای یک شخص خوندم، ثوابش رو هدیه کردم، فکر میکنم این دو رکعت از خودم کم شد، اگه برای خودم خونده بودم چیزی گیرم میمد. قطعا اینطور نیست. تو معنویات وقتی شما کاری رو انجام دادید، اونی که اون بالا
مزد میده به شما بیشتر میده. یه مثال قشنگی رو دیروز میخوندم، نوشتن یک شخص وکیلی رفت توی رستورانی غذا سفارش داد، پولش خوب بود، وضعش خوب بود، رستوران معتبری بود، میزش پر از انواع غذاها شد، نگاهش افتادید پشت شیشه دو تا بچه وایسادن دستاشون اینجوری کردن دارن غذاها رو نگاه میکنن، آب دهانشون رو جمع میکنن، زد به شیشه اشاره کرد بیای تو، بچه ها دویدن اومدن تو، بهشون گفت بخورید از این غذا، هر چی دوست دارید بخورید، شروع کردن به خوردن، لبخند میزدن، کیف کرده بودن، چشماشون برق افتاده بود، این آقای محامی هم نشسته بود، وکیل نشسته بود، خوردن اینها رو نگاه میکرد و لذت میبرد. چقدر خوب آدم دیگران سیر کنه، چقدر خوب آدم دیگران رو خوشحال کنه. خب اونا سیر غذاهاشون رو خوردن، دیگه هم خسته شدن، گفتن دیگه نمیتونیم. گفت خب میخواید برید راحت باشید. بچه ها رفتن، یه مقداری غذا که مونده بود خورد، اومد حساب بکنه، دید مسئول رستوران گفت که این فاکتور شما، حساب شما، نگاه کرد دید نوشته حساب پرداخت شده. پرسید کی پرداخت کرده؟ اشاره کرد به مسئول رستوران. رفت پیش مسئول رستوران گفت که چرا شما حساب پرداخت کردید؟ یه کلمه بهش گفت که مضمون این کلمه این بود: کارهای بزرگ رو با پول نمیشه قیمت داد، من نمیدونم این کار شما رو با چه مبلغی میتونم جبران بکنم، کاری که شما کردید. یه آدمه، یه انسانه با یه ذره وجدان. شما فکر میکنید اگه خیرات کردید برای اموات، این خیرات شما، این لطف شما از نگاه خدا چقدر قیمت داره؟ اگه مقابلش خدا به شما از اون آسمونی هاش، از اون نعمت های خاصش بده، تعجب نداره. بنابراین زرنگ باشیم، این کارا رو انجام بدیم، خیرمون به دیگران برسه، خصوصا اونایی که دستشون از دنیا کوتاهه. همین الان اگه نشستید به بیکارید، یه حمد و سه تا قل الله برای همشون بخونید. سه تا قل الله ثواب یک ختم قرآن، حمد از اسرار خداست و ثوابش رو فقط خدا میدونه. یه ختم قرآن براشون شروع بکنیم، یه روزه مستحبی براشون بگیریم، انشالله اونها هم برای ما دعا میکنن، دعای اونها در حق ما مستجاب، خصوصا پدر و مادر انشالله. با سلام، ممنون از برنامه بسیار خوبتون. ما خانوادگی بیننده همیشگی برنامه هستیم. برای بچه هم سوال بوسیدن دست علما و چرا خودشون مانع نمیشن؟ نسبت به این مسئله بعضی از علمای گذشته بودن که اجازه نمیدادن، به هیچ وجه اجازه نمیدادن. خود بوسیدن دست عالم به خاطر احترام به اونها اشکالی نداره. بعضی از علما از نظر فقهی از ادله استفاده کردن که این جایز نیست. یه مسئله شبیهش من براتون بگم، شاید یه مقدار جواب روشن‌تر بشه. نماز جماعت، امام جماعت جلوتر می ایسته. این معناش این نیست که از مأمومین مقامش بالاتره، نه، طبیعتاً باید یک نفر امام باشه تا ثواب جماعت گیرمون بیاد. امام هم یک سری شرایط باید داشته باشه، امام جماعت عدالت داشته باشه، حمد و سورش درست باشه. خب کسی با مواصفات ایستاد جلو و نماز خوند، مردم بهش اقتدا میکنن. حالا من یه وقتی خودم رو لایق امام جماعت شدن نمیدونم، نمیرم تو محراب وایسم، تکبیر میگم، نمازم رو شروع میکنم، بعد از نماز میبینم یه تو نماز احساس میکنم یه ده الله اکبر الله اکبر شد نماز جماعت، درسته یا نه؟ بله درسته. لازم نیست مأموم امام تو محراب باشه بهش اقتدا بکنه، نماز خودش هم که داره کسی میخونه، شما میتونید اگر قبولش دارید بهش اقتدا بکنید. دیگران بهش اقتدا کردن، خودش رو لایق این مقام نمیدونست. خیلی از علما اینطوره که نمیخوان کسی دستشونه ببوسه، میلشون هم نیست، اگرچه انقدر قوی شدن که مغرور نمیشن، انقدر قوی شدن که کیف نمیکنن، لذت نمیبرن وقتی مردم دستشونه میبوسن. چطور بعضیا رو وقتی تعریفشون میکنی خوششون نمیاد؟ واقعا خوششون نمیاد، نه اینکه داره بازی در میاره، واقعا خوشش نمیاد از تعریف مردم، چون میدونه این تعریف امتیازی براش نیست، تعریف اونه که خدا و اهل بیت بکنن. تعریف مردم ساعتیه، خیلی از اونایی که تعریف میکنن فردا مذمت میکنن، قیمتی نداره. علما هم خیلیشون نسبت به بوسیدن دست این طوره. اما نگاه میکنه طرف میگه حاج آقا من خیلی سال دنبال شما، ماهاست دارم تلاش میکنم خدمت شما برسم، واقعش آروم نمیشم تا دست شما رو نبوسم، تا عبای شما رو نبوسم. این ابراز محبته، نه پرستیدن عبا،
نه تواضع خدایی برای یک عالم، نه ابراز حب و علاقش، محبت با علمای دین که از چیزایی است که خیلی پسندیده است، قبر و قیامت هم به درد ما میخوره. خب محبتش نسبت به عالم، نسبت به مرجعش، نسبت به یک استاد دینیش به این صورت میخواد ابراز بکنه. وقتی مرجع، وقتی اون عالم دستشو میکشه، این احساس شرمندگی میکنه. خیلی ها من دیدم بعدشون میاد میگه چرا نگذاشت، بابا ایشون معتقد نیست، ایشون اشکال میکنه، ایشون شبهه میکنه. میگه خب ایشون بر خودش شبهه میکنه، من که برام شبهه نیست، من که خودم رو میدونم. یعنی بعدشون میاد. لذا من بعضی از کسانی که خیلی محتاط بودن از بزرگان میدیدم دست نمیدادن، طرف که میمد او رو بغل میگرفتن، مگر اون خیلی زرنگ بوده دستش رو میگرفت و میبوسید، اجازه نمیدادن. اما اینطور نبود که طرف رو هلش بدن، دستشون رو بکشن، عصبانی بشن، دعوا بکنن. نه، اگرم رفیق بود ازش خواهش میکردن که این کار رو این دفعه انجام دادی، دفعه دیگه انجام نده. بنابراین بدونید، نمیگم باز همه، چون علما معصوم نیستن، ممکنه توشون هم کسی باشه که خوشش بیاد، ممکنه کسی باشه قلبش مریض باشه، اصلا کیف میکنه، اصلا دستشو نگه داشته که مردم ببوسن، دیگران ببینن بگن این چقدر آدم مقدسیه، اینم هست. ولی یه علتش اینه که حقیقتا میخواد افرادی که از راه اومدن به یک شوقی، علاقه‌ای، میخواد ابراز بکنه علاقش رو، به این صورت میخواد ابراز بکنه. متشکرم. از نظر بزرگواران. این بزرگواران اشکالم نداره. خب تماسشون متاسفانه قطع شد. سلام، در مورد اجاره سوال داشتم، چرا نمیشه خانه رو فقط رهن خالی بگیریم، باید اجاره هم پرداخت بکنیم؟ شاید یه علتش این باشه که وقتی شما اسم رهن گذاشتید، رهن یعنی وثیقه، نمیتونید استفاده بکنید. مبلغی رو من به شما قرض دادم، شما با این پول میتونید هر کاری بکنید، بعد سر تاریخ برگردونید، یک سال دو سال که قرار گذاشتیم. شما خونه رو به عنوان رهن به من دادید، این خونه که به عنوان رهن پیش من هست، من نمیتونم درش تصرف بکنم، فقط میتونم نگه دارم، مثل طلایی که رهن میذارن، فقط میتونم نگه دارم. وقتی که شما بدهی رو ندادید، من این خونه رو بفروشم یا این طلا رو بفروشم، بدهیم رو بردارم. لذا رهن هم معمولا باید در حد و اندازه اون مبلغی باشه که قرض داده میشه، برای اینکه این شبهات برطرف بشه. تلاش رو رهن گذاشته، یعنی امانت. شما میتونید اینو بپوشید برید عروسی، خانم یعنی میتونه بپوشه بره عروسی، بده بچه‌هاش، دختراش بگه بپوشید برید عروسی، نه، این رهنه، این امانت دست این شخص. ولی وقتی شد اجاره، استفاده از منافعم، بله اصل ملک رهنه، ولی برای منافعش هم شما چی اجازه گرفتید. بله میتونه اون کسی که این ما رو به عنوان رهن به شما داده اجازه استفاده رو هم به شما بده، اما احتیاطاً مبلغی هم به عنوان اجاره قرار داده میشه. خیلی متشکرم. با سلام، همسر میتواند در زمان حیاتش تمام اموالش رو به بچه‌هایش ببخشد و ارثی برای همسر دیگرش نذارد؟ خب تا انسان زنده است معلوم شد که چیزی به نام ارث نداریم. بله میتونه تمام اموالش رو فی سبیل الله صدقه بده، بین بچه‌هاش تقسیم بکنه. ولی این صورت سوال که کاری کنه که یک نفر از بچه‌هاش یا یکی دیگه از همسرش، یه نفری که باش مشکل داره، او رو از ارث به اصطلاح امروزی ها محروم بکنه، یعنی چیزی براش باقی نگذره، نه اینکه ای چیزی بمونه و بنویسه، چون اگر بنویسه به فلانی ارث نرسه فایده نداره، فقط تا سلس اختیار داره که او رو محروم بکنه، اما بقیهش در اختیار اون نیست، به ورثه میرسه. اگه در زمان حیاتش اموالو تقسیم بکنه هیچ اشکالی نداره، ولی سعی کنه ظلم نکنه. شکر. اسم را با مضاربه کردن بهش خمس تعلق میگیره؟ ارث میخوایم ارث رو مضاربه باهاش انجام بدیم، تجارت باشه انجام بدیم، سودش بله، خود مال ارث اصلش سرمایه خمس بهش تعلق نمیخوره، نمیگیره. اگر سود کردید از این تجارت و مضاربه، بله سودی که گیرتون میاد از سر سالتون اضافه بشه خمس داره. چرا نماز معیت وضو نمیخواد؟ مثل این که میگیم چرا نماز صبح دو رکعته، اینا تعبدیاته، امور تعبدی قراردادش فقط از جانب خداست و همونطوری که به ما دستور دادن انجام میدیم، اول تکبیرت الاحرام آخر سلام در نماز میت. نه، لذا گفتن نماز میت یه چیزی بین بینه، بین نماز و دعا. از یه جهت تکبیرت الاحرام داره و عرض شود که شرط قبله و اینها میشه نماز، از یک طرف هم وضو نمیخواد، عرض شود که اون شرایط خاص نماز جماعت و بقیه امور میشه دعا، هم دعاست هم نمازه، نه دعای دعاست و نه نماز نماز. لذاست که شرط طهارت نداره، نه در ظاهر یعنی لباس و بدن و نه در باطن نسبت به وضوع و غسل و تیمم. بله.
کسی که همیشه قبل از نماز ادرار میکنه قبل از وضو و این اتفاق همیشه براش میفته که احساس میکنه یک قطره ادرار باقی مونده، چیکار باید بکنه؟ دو صورت داره. صورت اول اینه که این شخص سالمه، مریض نیست، خراطت تسعه رو هم انجام میده، یعنی اون کاری که اگر در مجرا ادرار هست خارج بشه. حل. این شخص هر رطوبتی که بعد از این کار، یعنی خراطات ازش، هر رطوبتی ازش خارج بشه پاکه، مگر یقین کنه ادراره، مطمئن شد هوا سرده بهش فشار اومد از مثانه‌اش حرکت، فهمید ادرار خارج شد، چون وقتای دیگه میدونه این رطوبته به چه صورت خارج میشه، مثلا حرارت نداره، کمه، حس نمیکنه وقتی خارج میشه، ولی نه الان یه مقدار زیادی اومد و حس کرد حرارت داشت، نه این ادرار بود خارج شد، هیچ. اما اگه شک کرد پاکه. صورت دوم این هست که شخص بیماری داره، سلس داره، یا اوائل بیماریش هست، خدا انشاءالله همه رو شفا بده، بیماری سختیه، نمیتونه خودشو کنترل بکنه، این حتی اگه خراطات تسعرم انجام بده بازم ادرار خارج میشه. خب این شخص باید به اندازه این نماز خودشو کنترل کنه، لباسشو تطهیر کنه، سری نمازشو بخونه، اگر شده بین دو نماز خودشو تطهیر کنه، دوباره وضو بگیره. اما اگر عسر و حرج و امکانش نیست، به اندازه‌ای که مقدوره از یک وسیله استفاده بکنه، لباساش نجس نشه، وضو بگیره، فاصله نندازه، نمازشو سریع بخونه. ان شاء الله. با سلام وقت بخیر خدمت شما موجه محترم و حاجی رحمتی عزیز. بنده قبلا این سوال رو محضر مبارکتون پرسیدم، چون وقت برنامه تمام شده بود، بله، موفق به جواب نشدم. به علت پادرد رکعت، فقط رکعت اول نماز رو میتونم استاده بخونم، بقیه رو مجبور به نشستن هستم. آیا اشکالی در نماز من ایجاد میشه یا نه؟ در ضمن ایام شبانیه رو هم تبریک میگم. ان شاءالله موفق باشید. بله درست، همونطور که فهمیدن درسته، شما یک رکعت، دو رکعت، هر مقداری از نماز رو کامل با همه اجزایش میتونید انجام بدید، انجام بدید. هر زمانی هر رکعتی، فرض کنید رکعت آخر رو فقط دیگه نمیکشه زانوهاتون، بله، رو صندلی با اون شرایط خاص اگر میتونید بلند شید و بنشینید، فقط باید پا رو دراز بکنید، بلند شید بنشینید، پا رو دراز بکنید، اگر اون هم مقدورتون نیست روی صندلی، اون هم مقدور نیست نشسته و روی زمین. خیلی ممنونم. یک دعا بفرمایید جناب استاد. خدایا امشب پیغمبر لبانشون شاد، دلشون شاد به هدیه ای مثل امام حسین علیه السلام، آسمونی ها شاد، امیرالمؤمنین فاطمه زهرا امام زمانمون امشب شادن. خدایا به شادی دل تمام اولیا، دل شیعیان امیرالمؤمنین هر جا هستند، با نابودی دشمنان اهل بیت شاد کن. خدایا دلهای مشتاق به حرم امام حسین برسان، ایدی ما رو فرج امام زمان قرار بده، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خیلی ممنونم که بیننده بودید امروز، هم ممنونم از اون دست از عزیزانی که پیام فرستادن، عکس فرستادن و تبریک گفتم. همینطور که میدونید این بخش رو فقط مختص سوالات شما عزیزان میذارم و اگر پیام ها و تشکرات شما رو نمیخونم خدمت استاد، بعد از برنامه حتما عرض میکنم خدمتشون. ممنونم که بیننده هستید. عیدتون مبارک. خدا نگهدار.